به مجموعه خبری ساعت 10 خوش آمدید. سرخط خبرها. حکم روایی کرونا در افغانستان و افزایش روزافزون بیماران. وزارت صحت عامه نگران گسترش کووید 19. با ثبت 235 رویداد مثبت جدید تعداد مجموعی واقعات ما به 2704 واقعه میرسد. بسته های کمکی ترکمنستان به افغانستان. مقام های ترکمنستان میگویند که این کمک ها ادامه خواهد یافت. سال گذشته بر ما آرد کمک کردن، تیل کمک کردن، نهالشانی کردن. انفجار یک مکتب در بادغیس. مقام های محلی میگویند که طالبان یک مکتب را در ولسوالی قادس انفجار دادند. افراد ناشناس شب زیر پای های سن پای از اینا من جا با جا میشه و این انفجار. و کاهش محدودیت های کرونایی در برخی کشورهای جهان. به نام خدا و شب شما بخیر. وزارت صحت عامه از بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در دو ماه گذشته خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که در یک شبانه روز از 581 تن نمونه برداری شده است و از این میان 235 تن مبتلا به بیماری کووید 19 بودند. سخنگوی وزارت صحت عامه می‌افزاید که 5 تا 10 روز پیش 20% نمونه‌گیری‌ها مثبت شناسایی می‌شد، اما اکنون 32% نمونه‌گیری‌ها مثبت اعلام می‌شوند. تازه‌ترین آمارهای وزارت صحت عامه نشان می‌دهند که شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به 2704 رسیده است. انیسه شهید گزارش می‌دهد. ثبت بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته نگرانی وزارت صحت عامه را برانگیخته است. این نهاد میگوید که در 5 روز اخیر این ویروس با سرعت در میان مردم گسترش یافته است و با سرعت به گسترشش ادامه میدهد. روزهای آینده شمار این گسترش ادامه خواهد داشت. با ثبت 235 رویداد مثبت جدید تعداد مجموعی واقعات ما به 2704 واقعه میرسد. بلندترین آمار واقعات مثبت جدید در شهر کابل داره که 63 رویداد مثبت ثبت شده. وزارت صحت عامه میگوید که از 500 تن در بخش های از پایتخت در چندین روز اخیر نمونه گرفته شده بود که نتایج 156 تن آنان مثبت شناسایی شدند. کابل پیخی چه پا در آخر و 15 روز و که تاسو ورده وی وینه چه دیشل و فیصد و نمکلار و دودش فیصد و تا مثبت پیخی زموک دودش فیصد تا رسیده دی. نو دا مکتای او دی خطر زنگ ده. در همین حال این وزارت تایید میکند که 6 تن از پزشکان شفاخانه ابن سینا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و نمونه های 3 پزشک دیگر نیز زیر کار هستند. شفاخانه ابن سینا که از پر رفت آمد ترین شفاخانه های کابل است، گزارش های ناخوشایند از اینجا به گوش میرسه که چند تن از پزشکان و کارمندان صحی در این شفاخانه مبتلا به ویروس کرونا شدند و وزارت صحت بخش جراحی شفاخانه را به دلیل اینکه پزشکان در اونجا کسانی که مصاب بودند عملای جراحی را انجام دادند برای 2 هفته تعطیل کرده. در همین حال شورای ولایتی کندز از افزایش بیماری کووید 19 در این ولایت ابراز نگرانی میکند. پیش نگرانی ما ایست که تعداد زیاد دکتر صاحبا و متخصصین پرسنل شفاخانه حاجی را مبتلا به کرونا شده، نتایج هم مثبت است. وضعیت شفاخانه حاجی هم خوب و بهتر نیست. با آماری که ارائه میشه ما باور ندارم، میتونیم به عنوان آمار رسمی بگیم، ولی تعداد مبتلایان به کووید 19 در کندوز بسیار زیاد است. با گسترش ویروس کرونا در کشور بر شمار قربانیان این ویروس نیز افزوده می شود، چنان که با جان باختن 12 تن در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان به 85 رسید، اما 365 بیمار شفایاب شدند.
بسته های کمکی مواد خوراکی ترکمنستان از راه آقینه وارد کشور شد و به مقام های محلی فاریاب سپرده شدند. کنسول ترکمنستان در مزار شریف میگوید که این کمک ها از سوی رئیس جمهور ترکمنستان به مردم افغانستان انجام شده است. وی میگوید که کمک های بشردوستانه ترکمنستان به افغانستان ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر از عارف موسوی. کامیون هایی که بسته های کمکی مواد خوراکی ترکمنستان را به بندر آقینه در شمال کشور انتقال دادند. این کمک های بشردوستانه از سوی رئیس جمهور ترکمنستان به علت شیوع ویروس کرونا در کشور فرستاده شده است. حرمتلی پرزیدنتمیز قربانگولی بردیمحمدوف طرفندن افغانستان خلقی چین اوردلان انسان پرور کمکلرنی بوشرمق چین آقینه شهر چتینه گلدیک. Şu kömeklerim, şu Ramazan ayı münasebetli uğradılan kömekler Afganistan'ın halkı için deyip şu kömekler 6 tane ulu avtologda geldi. والی فاریاب از کمک های بشردوستانه ترکمنستان ستایش می کند. او می گوید این کمک ها در اوضاعی که مردم افغانستان از شیوع ویروس کرونا نگران هستند بسیار اهمیت دارد. سال گذشته بر ما آرد کمک کردن، تیل کمک کردن، نهالشانی کردن و همچنان یک مسجد بسیار خوبه که حالا 70% کارش پیش رفته در حال اعمار است و همچنان به این نزدیکی ها یک پرورشگاه را هم در شهر مزار شریف ایجاد میکنند. این کمک ها مشمول 35 تن بادمجان رومی، 20 تن ترکاری، 20 تن زردک، 8 تن بسکویت و چاکلیت، 12 تن نوشابه غیر الکلی و 1680 کارتن تخم مرغ می باشند و خواست ها هم این است که این کمک ها به خانواده های نادار توزیع شود. خب شو زد گلدی که بر طور تنق زورمن دلور کت میدن منه غریب مسکیلره بردن قیره در تایبلر بر مستقیم بر کرسن اوینه نه رقم شل آدم شما موتاج مه یا که 100 تن قوین میدان ده گست بیارده مونا 2 بجه تورد کردن مواد زراعتی و خوراکی را دی شرایط سخت و بحرانی مردم افغانستان مساعدت کرد. مقام های محلی فاریاب میگویند در اوضاعی که از بحر گسترش ویروس کرونا ضربه سنگین اقتصادی بر شهروندان کشور وارد شده است، این کمک ها برای خانواده های نادار با ارزش است. جوانی که دو لسانس دارد در اعتراض به بیکاری به گونه نمادین در شهر کابل دست به گدایی زده است. این جوان میگوید که دو سند تحصیلی در رشته های علوم اجتماعی و قضا دارد و نیز زبان انگلیسی و کاربرد کامپیوتر را میداند، اما تا کنون نتوانسته است که کار پیدا کند. در همین حال خانواده‌ای در بغلان ادعا می کند که یک عضو این خانواده به علت ناداری جان باخته است. مسعود انصار گزارش می دهد. روح الله نظری، جوان دانش آموخته که به گونه نمادین در اعتراض به نبود کار در جاده های پایتخت دست به گدایی دراز کرده است. نظری میگوید که دو سند لیسانس دارد، اما به گفته خودش به علت نداشتن شناخت تا کنون نتوانسته است کاری پیدا کند. حتی در بستای خانه سامان، من اگر باورتان شد، من در بستای خانه سامان فرم پر کنیم و وسیعی داریم. حتی در او هم که عدم شناخت و واسطه و ایسا که ما که نداشتیم، حتی شارلیس نشتیم. با این کار میخواهد به سیاستگران و مسئولان پیام بفرستد که در استخدام سلیقه‌ای برخورد نکنند. هدف از حرکت ما این است که ما به گونه بتانم بیکاری و فقر و تنگدستی را که در کشور فعلا جریان داره ایره ما میخواهیم بازتاب بدم. از سوی دیگر دست فروشی به نام عبدالحفیظ که از او تنها همسر و دو فرزند مانده است به علت بیکاری و ناداری جان باخته است. خانواده عبدالحفیظ ادعا می کند که عبدالحفیظ در نتیجه گرسنگی جان داده است و آنان در وضعیت بدی به سر می برند. بیچاره کراچی من به چیز خدایی نداشتم در مشار پلغمیری متعدیش گشنگی فوت کرده. در همین حال شماری از خانواده های نادار به گونه اعتراض و برای به دست آوردن خاربار اینجا در یکی از جاده های کابل زیر آفتاب نشستند.
دو ماشته تا برمه کمک نکردن مجبور شدن برمه داشته آمدن قدر شتکایی ما شتکایی داخل خونه شتکایی ما کشنه سن که یک گندم داده باشه یا مره نان داده باشه که یک نانی داده باشه که ما روزه ماتی خوره بکنیم ما دستمال کاغذی میفروشیم پیش هر تجار میرم هیچیز به ما کتالی یا خسم کمک نشده با تازگی دفتر جهانی حمایت از کودکان هشدار داده است که یک سوم جمعیت افغانستان با فقر تنگ دستی روبرو شده است. مقام‌های محلی در بادغیس می‌گویند که طالبان یک مکتب را در ولسوالی قادس این ولایت انفجار دادند. والی بادغیس می‌گوید که این مکتب با تازگی ساخته شده بود و تا هنوز برای دانش آموزان باز نشده بود. به گفته وی این مکتب از بودجه حکومت در چارچوب برنامه میثاق شهروندی ساخته شده بود. باشندگان بادغیس انفجار این مکتب را از سوی طالبان محکوم می‌کنند. نصیر احمد صالحی با جزئیات بیشتر. تا هنوز پای دانش آموزان به صنف‌های این مکتب گذاشته نشده بود که انفجار داده شد و آرزوی کودکان زیادی با خاک یکسان شد. مقام‌های محلی در ولایت بادغیس می‌گویند که طالبان این مکتب را در ولسوالی قادس این ولایت انفجار دادند. افراد ناشناس شب زیر پایه‌های صنف‌های از اینا من جا با جا میشه و انفجار می‌کند. و چه مشکل او جور جور کردن به فتح اولادای بادغیس اینا را بدبختانه برشان در دادن پریشب. مقام های محلی در بادغیس میگویند که این مکتب به هزینه 8 میلیون افغانی از بودجه دولت ساخته شده بود. در همین حال شورای ولایتی بادغیس میگوید که این مکتب در یکی از بخش های محروم این ولایت ساخته شده بود و قرار بود صدها کودک در این مکتب درس بخوانند. یک مکتبی که نو اعمار شده بود تقریبا به پای یک مال رسیده بود انفجار داده شده و تخریب شده. دقیقا این کار بسیار کار بد و کار نادرسته و این قابل قبول هیچ شهروند افغانستان نیست. باشندگان بادغیس تخریب این مکتب را نکوهش می کنند و از طالبان می خواهند که بخش معارف را در این ولایت آماش قرار ندهند. طالب میای مکتب را ویران میکنه به این معنا که هیچ گونه علاقه و هیچ گونه برنامه در این خصوص نداره در بین شما. هر منطقه ای که یک مکتب انفجار میشه یا کسی مکتب انفجار میکنه به این معنا که در او قریه یک زندان اونا افتتاح میکنه. طالبان تا هنوز در مورد منفجر ساختن این مکتب چیزی نگفتند. پیش از این نیز بارها طالبان از سوی مقام های حکومتی و مردم متهم شدند که در تخریب مکتب ها در حوزه غرب دست دارند. سال گذشته چند مکتب در حوزه غرب انفجار داده شد و یا هم به آتش کشیده شدند. استاد زین الله منلی از نویسندگان پر آوازه زبان پشتو درگذشت. ترجمه شاهنامه فردوسی و گلستان سعدی به زبانهای پشتو به زبان پشتو از کارهای این نویسنده به شمار می رفند. از این نویسنده در حدود 150 مقاله و نزدیک به 30 کتاب چاپ شدند و نیز در حدود 15 اثر چاپ نشده از وی بر جا ماندند. فریدالله محمدی گزارش می دهد. استاد زین الله منلی از نویسندگان پر آوازه زبان پشتو در نتیجه بیماری به عمر 96 سالگی درگذشت. شپگت یک کلنه ای که در هندی مذهب اساسات بگوت گیتا مطالعه که او دیر جواری مطالعه که او هغای در اسلام سر مقایسه که در کاری بکن در شپگت یک کلنه ای کرده. هم در از پشپاگت یکلانه ای که ده فردوسی شاهنامه به پختو روان نصر روش بارده. استاد زین الله منلی در سال 13 3 هجری خورشیدی در ولایت ننگرهار زاده شد و آموزش های ابتدایی را در همین ولایت فرا گرفت و در سال 1333 از مدرسه نجم المدارس فارغ شد. مشرخور می وچی اگه وقت که زمان وطن که ده علکان خونزی نو او دمده پا زامت او دمده پا کوشش بندی ده علکان خونزی جو شو چه بیا ده زمان خوری هم اغیه که شامی نکره. استاد منلی تا آخرین لحظه زندگی خود کوشش می کرد که برای غنامندی زبان کار کند. از استاد منلی در حدود 150 مقاله و نزدیک به 30 کتاب چاپ شده و در حدود 15 آثار ناچاپ شده بر جا مانده است. تا لحظات دیگر.
هشدار صحت عامه بلخ از فرار رسیدن روزهای دشوار. ادامه خبرها. حکومت افغانستان 100 زندانی دیگر طالبان را امروز رها کرد. حکومت 98 زندانی طالب را شام روز شنبه نیز از بند رها ساخته بود که با رهایی این 100 تن شمار مجموعی زندانیان رها شده طالبان به 750 تن رسید. سرپرست ریاست صحت عامه بلخ میگوید که در دو هفته پیش رو باشندگان این ولایت روزهای دشواری خواهند داشت. وی هشدار میدهد که ویروس کرونا در حال اوجگیری است و اگر مردم رهنمودهای وزارت صحت عامه را نادیده بگیرند، شمار زیادی از آنان به بیماری کووید 19 مبتلا خواهند شد. عارف موسوی از ولایت بلخ گزارش فرستاده است. از بحر معرفی نظام الدین جلیل همچون سرپرست ریاست سرطامه بلخ اینجا گرد آمدن. آقای جلیل از روزهای دشوار در هفته های پیش رو خبر می دهد و می گوید که پیکار با کرونا در اولویت کارهایش است. اولویت اول ما در قسمت بهبود خدمات در بخش کووید 19 هست که شفاخانه فیلی ما هست و از این که برای توسعه خدمات کدام کارهای دیگر را باید بکنیم. کار دوم ما در قسمت خدمات تشخیصی است که لابراتوارهای ما در بلخ فعلا چقدر ظرفیت داره و ما بتوانیم این ظرفیت را بالا ببریم و بتوانیم که تست و سمپلای زیادی را معاینه بکنیم تا واقعات بیشتری را کشف بکنیم. گسترش ویروس کرونا در افغانستان سبب نگرانی شهروندان کشور شده است. تا کنون 2469 تن در کشور به ویروس کرونا آلوده شده. ما از همه شما همکارا خواهش میکنم که از این کادر ما حمایت کنین و انشالله در این جنگ پیروزی از ما و شماست. آمار رسمی ریاست صحت‌عامه بلخ نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در این ولایت رو به افزایش است. تا هنوز 191 نفر در بلخ به این بیماری مبتلا شده‌اند. همه دست به دست هم داده در برابر ای ایولای آدمخوار به نام کرونا بیستیم و انشالله میتونیم شکست بدیم. ثبت نخستین مرگ برخواسته از بیماری کووید 19 در بلخ بسیاری ها را در این ولایت نگران کرد. حالا خواست ها بر بهتر شدن کیفیت خدمات بهداشتی در بخش کووید 19 است. و نحوی با این عمل های خود باعث میشن که کرونا مدیریت نشه و مشکلات بیشتر شود. ما خواستم از سطح رهبری وزارتی هست که شرایط را در چنین اوضاع بحرانی در نظر بگیره و تا بتونه با این ویروس خوبتر مبارزه شود. شیوع کرونا از لحاظ اقتصادی نیز زیان بزرگی به ولایت بلخ وارد ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ میگوید که هزاران تن بیکار شدند و نزدیک به 400 کارخانه کوچک و بزرگ از فعالیت باز ماندند. تا لحظات دیگر، نخستین کارخانه پردازش شیر در لغمان. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نخستین کارخانه پردازش شیر در ولایت لغمان به کار آغاز کرده است. دامداران ولایت لغمان روزانه 15,000 لیتر شیر را برای پردازش به این کارخانه می آورند. لبنیاتی که در این کارخانه تولید می شوند افزون بر لغمان در بازارهای ولایتهای همجوار لغمان نیز عرضه می شود. حیدرشاه امید گزارش می دهد. کارخانه الینگار سبز در مهترلام مرکز ولایت لغمان. این کارخانه بازار مطمئن شده است برای دامداران بخش‌های گوناگون لغمان که همه روزه شیر را برای فروش به اینجا می آورند. شدو اندازه معلومه چه سر رقم دی آیا دو که او با چولی کم زهری مواد یا چولی نید یا چولی
هغه دلته په دې اله باندې مونږ چک کوو چې څومره اوبه دي څومره دغه دي. مونږ دغه تولید لرو، شیدې، مستې، کوچ، قیماق او پنیر. دغه تولید ده چې بازار ته ورکوو ورځ په ورځ. مونږ تولید په ښه کېدو ده او تولید نه تولید. روزانه 5000 لیتر شیر در این کارخانه پردازش می شود و سپس تولیدات این کارخانه به بازارهای لغمان، ننگرهار و کنر عرضه می شوند. دیر خیسته ملایی منگ دلتا هم منگ لرو پتکیکی مستی لرو او پیکتی شدی لرو او محالی مستی هم لرو. دین او روست دقیقه دی مالداران شدی بودی پروسس کمپانی تر ټولې کې ودل دا پروسس په صحیح شکل صورت نشي. بیا به بیرته لغمان ته او بیا د لغمان له بیرون کابل او نور ولایتونو ته. مالک این کارخانه میگوید که در این کارخانه 200 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است و برای 20 تن زمینه های کار در اینجا فراهم شده است. تا لحظات دیگر بیجا شدن 12000 تن در ازبکستان و قزاقستان. ادامه خبرها. با کاهش رویدادهای مثبت و مرگ و میری برخواسته از ویروس کرونا در برخی از کشورها، محدودیت‌ها نیز در این کشورها کاهش یافتند. در برخی از کشورهای اروپایی مردم اجازه یافتند که برای ورزش کردن از خانه بیرون شوند. کاهش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در برخی از کشورهای اروپایی به کاهش محدودیت‌های قرنطین در این کشورها انجامیده است. در ایران هم رئیس جمهور حسن روحانی می گوید که به روز دوشنبه تمامی مسجدها در این کشور بازگشایی خواهند شد. اما خطر گسترش ویروس هنوز هم وجود دارد. یک سینمای خیابانی در شهر تهران به مردم کمک می کند که به هراس به تماشای فیلم بنشینند. جریان کرونا آدم احساس میکنه یه جایی قشنگ محفوظه بدون اینکه نگران باشه. مخصوصا مثلا من معمولا میام بیرون همش نگرانم که این که دست میزنم یا یه چیزی مثلا حالا حتی رو سریمو میخوام درست کنم همش نگرانم دستم آلوده نباشه. اما اینکه دستم تمیزه، الان اینجا هر چقدر حالا چیزی بخوام حالا بخورم یا راحت لم بدم آدم نگران فاصله با آدما هم نیست. از سوی هم مقام های مکسیکویی سرانجام پس از هفته ها یک شفاخانه سیار را در مرز با امریکا ساختند. قرار است در این شفاخانه به بیماران احتمالی کووید 19 که مهاجران هستند رسیدگی شود. این مهاجران امریکای لاتین می خواهند که به امریکا بروند، اما اکنون مرزها برای آنان بسته هستند. ما برای بهداشت هیچ ابزاری نداریم. بسیار نگران هستیم و نمیدانیم که چه خواهد شد. میترسیم که بیماری در اردوگاه شیوع پیدا نکند. در همین حال وزیر داخله آلمان هم از موافقتش با از سرگیری لیگ برتر فوتبال این کشور در ماه روان میلادی خبر داده است. با بازگشایی چین تنها در یک روز تعطیل دوم می بیش از 30 میلیون تن از شهروندان این کشور به بخش‌های گوناگون چین سفر کردند. تنها سفرهای هوایی این گردشگران در یک روز برای شرکت‌های هوایی 1.8 میلیارد دلار سود مالی داشته است. فرو ریختن یک بند آب در مرز ازبکستان و قزاقستان 7000 تن را در شهر سیردریای ازبکستان و 5000 تن را در شهر ترکستان قزاقستان بیجا ساخته است. نزدیک به 60 ازبکستانی هم به شفاخانه انتقال یافتند. سپاسگزارم که با خبر قبل